کی این برنامه ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه ریزی کردن، برنامه ریزی کردن. زندگیمون مختل بشه؟ نه، مختل نشده، ولی واقعا احساسات مردم جریحه دار شد. به عنوان یک ایرانی واقعا قلبم به درد اومد وقتی دیدم که مردم کشورم چقدر ناراحتن و این مطالبات به حقشون رو. شما میتونید به خیابونا نگاه کنید ببینید چند درصد از کسانی که الان دارن کنار مثلا خانما دارن مبارزه میکنن چند درصدشون مردن. درسته که میگن زنا، ولی پا به پای هر زنی یه مردی در حال مبارزه کردن تو خیابونه و اینا خواسته دارن. بله، برای اینکه مردمون هم درگیر این مسئله هستن. به هر صورت وقتی زنشون درگیره به تبع اون مردم درگیر میشن. The Liberty Square, the Canal Circle. But if it 10, 12 human beings react in many kinds similarly. So these are the kind of things that are part of it. It is truly in modern day times, in my opinion, the first revolution for the women, by the women, with the support of the Iranian men, sons, brothers, and fathers, which is very well deserved and very much key. حجاب الان به عنوان یک قانون در کشور ماه و اینکه به نظر من شهیدان رفتن که این حجاب رو سر ما باشه، برای ما باشه، و من شخصا با حجاب اختیاری موافق نیستم. به نظر من باید به شدت با کسانی که مقرضانه دارن این عملیات رو رهبری میکنن برخورد بشه. I think the way people are treated are awful, is awful, and basically we are just echoing
the voice of people of Iran wanting a better life. They have had enough. Women have been oppressed more than anyone in that country. And they led this revolution, and our brave men also followed. And also the important thing is this time it's globally acknowledged, globally shared. And that's why it's so important to keep sharing